الدهر ذو دول والموت ذو عللي. الدهر ذو دول والموت ذو علل والمرء ذو آمل والناس أشباه ولم تزل عيناه. دشمن تمہارا ہر چی میگا دشمن گلی نداره، دشمن در مطبوعات خود با جنگ سرد عقیده داره و جنگ سرد میدانه و میفهمه که چی رقم اونا هدف انتخاب کنن و روی هدف تمرکز کنن. اما این مسئله تنها از طرف دشمن نیست، مسلمان هایی که خود مسلمان میگه و دیندار و متدین هم میگن، اونا هم تحت تاثیر مطبوعات دشمن آمده و اونا هم به یک عقیده هستن که اگر مسلمان به نام مسلمان معتدل خود از جهاد دور گرفته و ما را متشدد خطاب میکنه و یک جوان ها هم ممکن از قلت فهم دینیشان این مسئله را اطلاف فکر کنن که معلومات دینی ندارن، به خاطر از که اونا تعلیمات مسلکی از علوم شرعی ندارن، ممکن در این مغالطه واقع شوند. مگر یک ایده مردم گیر فامیده و دانسته به حیث یک حربی مطبوعاتی بزده ما استعمال میکنند، بین با همیشان آزاد مناقشه میکنند. معیار اعتدال و تشدد چیست؟ تشدد در دین و اعتدال در دین معیارش چیست؟ بله تشدد در دین ما نهی شده، رسول صلی الله علیه و آله تشدد نهی کرده. دین اسلام دین یسر است، دین آسانی است و بنایش به تشدد نشده. رسول صلی الله علیه و آله در هیچ کار او را اختیار داده نشده مگر اینکه آسانتر از او انتخاب کرد. یسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، احادیث در این باره بسیار زیاد است. ما با هیچ مسلمان اختلاف نداریم که اسلام مبنایش بر یسر است، بر تشدد نیست. اسلام در احکام خود بالای مکلفین تشدد نکرده و مسلمان ها در نظام حکم خود بالای رعیت تشدد نکرده. ما از تشدد بیزار هستیم، دور هستیم، تشدد نمیپذیریم. تشدد راه ما نیست، مسلک ما نیست، دین ما نیست. مگر مشکل در این است که تشدد چیست و اعتدال چیست؟ چی را باید تشدد بگیم، چی را باید اعتدال بگیم؟ ما در اینجا با مردم اختلاف داریم. آنانی که دین نمیدانن خود نمیدانن. اونایی که از سنگر دشمنی ما را متشدد میگن اونا خود دشمن هستن. مگر اونایی که دین میفهمن و خود منصوب به دین و به تدین میکنه، نه از این مسئله باید صحبت نکنه. این جای تأسف است که باید یک درسته. تشدد و اعتدال میانش قرآن و سنت رسول صلی الله علیه وسلم است. ما در شریعت احکام داریم که طبقه بندی شده، فقها را طبقه بندی کردن. فرض عین، فرض کفایی، واجب، سنت معکد، سنت نفل، مباح، بالاخره مکروه، مکروه تحریمی، حرام، گناه صغیره، گناه کبیره. احکام ما در شریعت فقها کلش طبقه بندی کرده و مسائل در دین کلش از طرف فقها و علما وضع شده در کتابای دین که موضع اختلاف هر کس شده، نمیتونه که هر کس از خود رای جور کنه، یک چیز را از خود خوب بگه یا خراب بگه یا فرض بگه یا واجب بگه، هیچ کس در این جای نداره. فعلا موضع ما دین و شریعت است. در دین ما چیزی را که شریعت فرض گفته باشه ما او را مباح گفته نمیتونه، چیزی را که شریعت مباح گفته باشه ما او را حرام گفته نمیتونه. تمام از حدود است که از طرف شارع به ما تعیین شده. اینا معیار تشدد و اعتدال چیز در دین ما؟ معیار شریعت است، قرآن و سنت است. در آن چیزی که شریعت تشدد کرده، سخت حکم گفته، او را که تو آسان بگیری هم از حد شریعت برآمدی. آن چیزی را که شریعت آسان گرفته او را تو سخت بگیری هم از حد شریعت برآمدی. اینال اعتدال و تشدد از حدود شریعت برآمدن است. چی از حدود شریعت به تشدد برایی؟ چی از حدود شریعت به تساهل برایی؟ اگر حکم سخت آسان بسازی، به تساهل به تفریط از حدود شریعت برآمدی. اگر حدود شریعت آسان سخت بسازی، به تشدد خود، به افراط خود از حدود شریعت برآمدی. و هر دو شریعت منع کرده، هم افراط منع کرده، هم تفریط منع کرده. اول مطالبه ما ایست که بیاین هر کسی که با ما در این مناقشه داره آزاد، ما آماده هستیم امرایشان مناقشه کنیم در حدود روشنی شریعت که ما متشدد هستیم، در چی تشدد هستیم و بنا به کدام حکم شریعت ما را مردم متشدد میگن. یک مثلا که معیار مناقشه ما چیست؟ اگر معیار تشدد و اعتدال شریعت باشه، ما آماده هستیم که در این چوکات با همه کس مناقشه کنیم. هر عالم شریعت هر کار ما را که از حدود شریعت بیرون خواند، یا افراد خواند یا تفرید،
ما آماده سیم غلطی خود غلطی بگیم و خود اصلاح کنیم. اگر معیار تشدد و اعتدال طبیعت ما تو بود که تو یک چیز خوشت نمیاد او را سخت میدانی او را تشدد میگی و ما را یک چیز خوش میاد او را خوب میگم او را قبول میکنم تو بدش میگی من خوبش میگم، معیار اگر هوا و هوس انسان بود در تشدد و اعتدال به توافق نمیرسیم. فعلا مردم سیاست مدارهایی که مسئله تشدد اعتدال مطرح میکنن، هر کس تشدد اعتدال از مستوای ایمان و فکر خود صحبت میکنه، به هر اندازه که او اسلام فهمیده باشه اما اندازه اسلام او اسلام میگه، بالاتر از او تشدد میگه و کمتر از او تفرید میگه. هر کسی که در هر مرحله از دینداری قرار داشته باشه مستوای خود معیار اعتدال و تشدد میسازه، اینجاست که مشکل ازی پیدا شده. بیایم که مثال های ازی را بگیم. در مسئله معامله با کافرها اسلام حکم میکنه که وقتی که یک لشکر کافر معتدی آمد با سلاح و تفنگ به وطنت آمد، وطنت اشغال کرد، جنگ کرد، در اینجا حکم خروج قتال عام است، همه مردم قتال میکنه با دشمن معتدی. در اینجا حکم اسلام چیست؟ حکم اسلام جنگ است. تو از صلح گپ میزنی، اینان تو از حد اسلام پایین شدی یا ما از حد اسلام متشدد میکنم؟ فهم در اینجاست که ما میگیم که در زمانی که یک لشکر معتدی به خاک اسلام بیاید حکم اسلام جنگ است. تو از صلح گپ میزنی و اسلام به جنگ حکم میکنه، اینان تو ما را میگی که من متشدد هستم به خاطر از اینکه چرا از صلح گپ نمیزنم. من میگم که تو معیار تشدد اعتدال نمیشناسی. حکم اسلام فعلا جنگ است. یک لشکر میاد با تفنگ میاد خانه تو ویران میسازم، ملک تا قبضه میکنن، تمام محرمات تا مباح میسازن، زیر پای میکنن، پایمال میکنن. در اینجا لهجه اسلام جنگ است، لهجه اسلام تشدد است، لهجه اسلام دفاع است، لهجه اسلام قربانی است، لهجه اسلام در اینجا است که برش سلام نمیتی، با او دوستی نمیکنی، با او معامله نمیکنی، با او تجارت نمیکنی. اینی را کافر حربی میگه. با کافر حربی دوستی نارواست، تجارت نارواست، تعامل نارواست، همسایگی نارواست، به او خانه کرا دادن نارواست، سر از او چیزی فروختن نارواست، از او چیزی خریدن نارواست، با او هر نوع تعاملی که با او همکاری کنی در کار اعتدال از او، ای از لحاظ فقه شرعی حرام مطلق است و تمام مذاهب در این مسائل موقف اتفاقی دارن، مسئله اختلافی در دین نیست. معامله با کافر حربی با معامله با کافر مستعمر فرق دارد. مشکل در ایست که مردمی که یا دین نمیفهمن یا اصلا مغرض هستن میخوان که دین تحریف کنن. احادیثی که در حق کافر زیمی آمده، در حق کافر معاهد آمده، او را میارن در حق کافر حربی با تو استعمال میکنن. يبكي عليه قليلا ثم يدفنه.